هموطنان بسیار عزیزم، وقتی میشینیم و تمام آنچه که از 25 خرداد سال گذشته تا به امروز اتفاق افتاد در کشور ما، شاهد این بودیم که میلیون ها هموطن ما با حضوری متراکم و در هم فشرده در تهران بزرگ و سایر نقاط کشور، چگونه میلیون ها ایرانی ناراضی و به سطوح اومده با بهانه قرار دادن به سرقت رفتن رأیشون، با گام ها و شعار های کوبنده، خشم و کینه فرو نهفته 32 ساله خودشون رو در مقابل چشم جهانیان قرار دادند، من به عنوان یک ایرانی برون مرزی و مبارز واقعا شرمنده هستم در مقابل اون مردم. واقعا خجالت میکشم از این که هنوز بعد از 31 سال در برون از مرزهای ایران صحبتهای ما، بحثهای ما، سوال و جوابهای ما در سطحی داره انجام میشه که انگار نه انگار 31 سال این اختاپوس هزار دست و پا به دست به جان و مال و شرف و حیثیت ناموس ملت ایران داره تجاوز میکن. وقتی به یاد میارم که در طول این چندین ماه گذشته این رستاخیز ملی مردمی که همچون کوه آتش فشان اومدند و چگونه دنیا رو، چشمان بسته و گوشهای کر دنیا رو باز کردند که داره چه بلایی سرشون میاد، و اون حرکات رو، اون حرکت ها رو، اون جنبش رو، اون خیزش رو با آنچه که در برون مرز میبینم واقعا شرمنده هستم. در درون ایران مردم فریاد خامنه ای قاتل، ولایتش باطل، مرگ بر حکومت اسلامی، این از شعار مردم، شعارهای اساسی، شعارهای ساختار شکن، شعارهای سرنگونی خواهانه، براندازانه سر دادند. ما در برون از مرزهای ایران کجا ایستاده ایم و چه میگوییم؟ آنچه که ملت ایران در درون ایران فریادش رو برآوردند، جنبش اعتراضی ملت ایران انقدر برجسته بود، انقدر از برجستگی های خاص خودش برخوردار بود که حتی میر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی و محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای و سرداران سپاه و احمدی نژاد که به ظاهر نقطه مقابل یکدیگه بودند و هستند رو تکون داد، تا جایی که موسوی و کروبی به صورت عجولانه با صدور بیانیه و نوکران و جیرخارانشون در برون از مرزهای ایران اومدن و گفتن مردم شعارهای ساختار شکنانه ندید. مردم در درون مرزهای ایران کجا هستند و ما در برون از مرزهای ایران کجا هستیم؟ موسوی و کروبی و خاتمی و مهاجرانی و کتیمر و گنجی و نبوی و نوریزاده و سازگارا و مخملباف و افرادی از این جنس که نقش اساسی در شکلگیری حکومت اسلامی و اصل عقب افتاده ولایت فقیه داشتند و بسیاریشون هنوز هم به نقد و عمل کرد گذشته خودشون نپرداختند و برای جوان امروزی در درون خاکهای ایران من روشن نیست که کدام یک در دهه 60 در کشتارها و اعدامها و مصادره‌ها چه نقشی داشتند، میبینیم که چگونه به تلاش و تکاپو افتادند تا به اشکال مختلف حکومت
خودکامه دینی رو که مظهر تمام عیار خشونت و شکنجه و اعدام و زندان و تجاوز بود رو بود و هست رو حکومتی مبجه و مصلح و ماندگار جلوه‌گر کند. و باز میبینیم که از همون 22 خرداد 25 خرداد عاشورا روز قدس سابق و در تمام روزهایی که این جوانها این زنان این مردان به خیابانها آمدند و خونشون را به زمینهای پاک ایران ریختند دیدیم که چگونه این حکومت دینی اصلاح طلب و اصولگراش خامنه‌ای و خاتمیش موسویش و کروبیش رفسنجانیش و بزرگ و کوچکشون حکومتی که مظهر تمام عیار خشونت و شکنجه و اعدام و زندان و تجاوز بود رو اومدند و با حق بازی و کلک و نیرنگ و سیاست بازی باز با هر وسیله موجه و ماندگار نشونش بدند و از سوی دیگه سعی کردن تلاش کردن و تلاش میکنن تا جنبش آزادی خواهانه دموکراسی طلبانه جنبشی که خواهان مرگ حکومت اسلامی و نابودیش در کلیت و تمامیتش از رو بار دیگه چون دوران اصلاحات به بیراهه بکشونن و اون رو در محدوده اصلاح قانون اساسی و اجرایی شدن اصول مخفول مانده اون محبوس کنن. چنین اقداماتی با هر تعریف و توجیهی دقیقاً و مطلقاً در تضاد کامل با خواسته های مردم ایرانه که در جنبش اعتراضی خودشون، در خیزش خودشون، در رستاخیز ملی خودشون بر اون پای فشردند و می فشارند و خون بسیاری از آنها ریخته شد تا به دنیا بفهمونند که این رژیم رو در کلیت و در تمامیتش نمی خواهد. مجموعه این حضرات و اونهایی که در این سو و آن سوی کره خاکی و در این ینگ دنیا و در گوشه و کنار جهان قرار دارند و به انهای مختلف مشغول ممیزی کردن مطالبات واقعی مردم تحت لوای جنبش سبز و راه سبز و جنبش راه سبز و نمیدونم سبز اینجوری و سبز اونجوری با سیاست ورزی های اصلاح طلبانه و دو پهلو بازی کردن های نخنما شده تلاش در یک سوی کردن یا به تعبیری کانالیزه کردن حرکت آزادی خواهانه مردم از چنگال استبداد خشن و چالش آفرین حکومت مذهبی رو دارن و در عمل دارن سعی می کنند این جنبش این خیزش این رستاخیز رو هر طور میتونن کنترلش کنن و نقطه ترمزی باشن بر این عدالت خواهی و خواسته های بر حق ملت ایران و دائما و مدام بر پایبند بودن به قانون اساسی و اصلاح اون و به زعم رهبران سبزشون خواستار بازگشت به دوران طلایی امامشون هستند. به چه زبانی باید فریاد زد که راه و کار و عمل اپوزیسیون برون مرز باید با رهبران پوزیسیون رژیم که نقش اپوزیسیون در ایران رو بازی می کنند کاملا متفاوت و جدا باشد؟ چگونه باید به این پرسش اساسی یا بهتره بگم به این دروغ بزرگ با صراحت کامل پاسخ داده بشه که آقای موسوی جواب این سوال رو بده، کروبی جواب این سوال رو بده، آقای رفسنجانی در همین 48 ساعت گذشته در بازگشایی یا نمیدونم چی چیه مجلس خبرگانتون مراد شماها از دوران طلایی امام یا قانون اساسی رو رعایت کردن و این گونه مسائل
چه زمانی شماها باید به ما برون مرزی ها بگویید که همتون با هم هستید، همتون برای بقا و برای استمرار رژیمتون دارید تلاش میکنید؟ آقای موسوی،